خواهرم دو خانه بندی بود. بعد از او امارات اسلامی آمد کشیدیشه و او را آورده شفاخانه. در این کار خدا میدانه که پشیمان نستم بنده شام مید. او هم زکل که نگ نمیده. از پایی نمیده. نم دیگه زمستان تا بسنه بجا بود. زمستان تا بسنه بجا بود. چی خواه میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشحال هستم که من احمد نوی ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. امیدوار هستیم که در هر گوشه دنیا هستین همیشه سرفراز و کامیاب و موفق و پیروز باشین. و تشکری میکنیم از شما که همواره به خاطر دیدن خود که چینل ما را انتخاب میکنین و همواره ما را دنبال میکنین. ما هم کوشش میکنیم که واقعات و گزارش های مختلف حضور شما بیننده های عزیز داشته باشه. تصاویر که شما تماشا کردین یکی از دردآورترین خبری که واقعا مردم کابل را شوکدار ساخت، یعنی بسیار خبر غم‌انگیز، خبری که واقعا هیچ قابل تصور نیست. ما شنیدیم و شما هم قبل از صحبت‌های من تصاویر شما تماشا کردین که یکی از دختر خانم جوان به نام نیکبخت، اینها تقریبا 25 سال قبل از امروز توسط برادر خود در یک جای بسیار نامنظم نامطلوب در یک تهکوی به مدت 25 سال زندانی میشه. این خبر واقعا بسیار دردناک بود. ببینید که چقدر ما مردها و چقدر ما انسانها ظالم میشیم که بالای یک خواهر خود، بالای یک خانم، بالای یک دختر به این اندازه ظلم و جفا را راه میداریم. ما هم تشکری میکنیم از کسانی که در این قبال مسئولیت خود ادا کردن، بالخصوص وزارت امور داخلی افغانستان و همچنان قماندانی امنی ولایت کابل و بالخصوص مسئولین حوزه دهم شهر کابل. کالا این خانم به یک شکل بسیار نامطلوب بسر میبره که به گفته دکتر وضعیت صحی روانی و فیزیکی این خانم فعلا درست نیست که 25 سال جوانی و زندگی ازی خانم را و از این دختر زیبا را ای برادرش عبس تیر کرده و در یک تاکه و یا نگهداری کرده. این که انگیزه و همچنان اصل هدف از بند کردن از این و همچنان قید کردن از این در یک تاکه و از طرف برادر مورد خشونت قرار می گرفته، مورد آزار اذیت قرار می گرفته، حتی به این بیچاره بعضی اوقات نانم نمی دادن، توی یک جایی را بندی کردن. شما در تصویر تماشا کردین که در یک تهکه واسه فقط یک دریچه ماندین بسیار خرد و از اونجا این نان می دادن. این بیچاره در 25 سال در اونجا هم نان می خورده، هم غذا صرف می کرده و هم اونجا خواب بوده و اونجا بیداری و خدا می دانه که زندگی را چگونه سپری کردی. 25 سال بسیار واقعا با ما هم جالب بود. ما هم خواستیم که امشب به شما بیننده های عزیز نشر بکنیم تا شما هم ببینید که در کشور ما بالخصوص در افغانستان چه واقعاتی جریان داره و همچون برادرهای پیدا میشه که بالای خواهر خود به این اندازه ظلم بکنن. جریان گزارش را که وزارت امور داخلی افغانستان تهیه کرده و هم نظر خانم گرفته و همچنان از
همسایه ها، از دکتر. این جریان شما ببینین که چی انگیزه بوده که این خانم را 25 سال در این تحکاو برادر از اینها نگهداری کردن. البته این واقع در حوزه دوم شهر کابل رخ داده، در قسمت چارقلا، البته چارقلای وزیرآباد، در یکی از کوچه ها به نام شیخ علی کوچه، کوچه شیخ علی. این برادر زندگی میکرده که خواهر خود زندانی کرده. شما هم گزارش را تماشا بکنید، در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. این خانوم نیکبخت نام دارد که 25 سال عمر جوانیش را در بند خانگی برادرش در یک اتاق تاریک که راه‌های منتهی به آن به جز از یک روزنه کوچک با گل مسدود شده بود. از سوی منصوبین حوزه دهم امنیتی پلیس شهر کابل شناسایی و از بند رها گردید. وزارت امور داخله به خاطر تحقیقات بیشتر این قضیه هیئتی را از رهبری این وزارت با ترکیب قماندانی امنیه ولایت کابل گماشتند تا این قضیه را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دهند. هیئتی که امروز به شفاخانه شیخ زاید از توظیف شده از طرف مقام رهبری وزارت امور داخله جهت بررسی امی قضیه که مادر 25 سال عمرشان در یک خانه در یک مخفیگاه اونجا سرش ظلم شده و وحشت شده از طرف فامیلشان به علتهای مختلفی مثلا جایداد و دیگه موضوعات طوری وحشت شده که امروز میبینین انسان میبینه از پیشش و احساس خطر میکنه، احساس ناامنی میکنه، احساس از این میکنه که ضرب شد میصورت بگیره. بنابراین هیئت از طرف مقام وزارت داخله، مسئول حوزه، مسئولین وزارت کلشان تعیین شده فقط به خاطر بررسی قضیه و میتوان بگویم که هر خدمتی من بعد باشه، تامین امنیتشان باشه، موضوع علاج و معالجهشان باشه، انشالله خود وزارت مسئولیت داره، امنیتشان را تامین میکنه، جای و مکان خوب مناسب برشان مساعد میسازه. این خانم که فعلا در مراقبت جدی در شفاخانه شیخ زاید بستر است از وضعیت روحی خوب برخوردار نیست. هر لحظه احساس ترس دارد و قادر به تکلم واضح نمی باشد. من نمی که چه هیچ غرض ندارم. قطعه کی غرض ندارم؟ ده زور زور می نمی کشم. میگه زور مدوان نمی کشم. میگه قطعه زور غرض ندارم. یعنی اینیا زورش می کشه. حق تا باید گرفته شوه. 20 سال از عمر زایش شده. چرا؟ امنیت بسه. امنیت شما را بگیرم؟ خوب امنیت. بهترین امنیت براتون میگیریم، پلیس در خدمتتون است، 24 ساعت پلیس اون محافظتون است، هر خدمت غیر ازی باشه فقط شکر. شما گفتم صدا کنیم به ما. وقتی که ما شب اومد و می راور دادن اینجا همکارای ما، ما از اینکه پرسان کردم گفت ما را زندانی کردن بیادرایم دیگه. گفت وقتی بیادرایم که موتر سلا پر کرد، گفت موتر سلا پر کرد از دریو تیر کرد. گفت ما ترسیدم، گفت ما که ترسیدم می تو گفت تکلیف پیدا کردم. گفت ما را قید کردن، ما را نام نمیدادن دیگه. مادر کوثر گفت سرم زیاد ظلم میکرد دیگه، مرا خفه کرد، مرا لات کرد، گفت مرا قریب کشته بود دیگه. گفت باز ما عذر کردم پیش مرا علاقه دیگه. انا مادر زنی بیادرای کیمیا میگه او زیاد ظلم کرد. قصه خودش کرده. میگه او نیمه قصه خودش به من قصه کرد، من اینجا ازش پرسان کردم خودش قصه کرد. در ارتباط با وضعیت صحی این خانم، دکتر ابراهیمی سرطبیب شفاخانه شیخ زاهد چنین میگوید: بیگاش پا چه تیر شوان و عطا و پینزه تلویخ دامون تا انتقال شوا به دست یو سوی تغذی شکل بنده او دقا شعوری حالاتی هم چنداد قناعت بخش نده، زکا مریض تروس آقا هزیانات تروس پوری وای روحان دای متضرر شوی ده. پر زمن که دقا دی در طول مفصلون چی دی چون پیو سحا که پاتې شوې تا باندې سي او تاک کې دا چول شوې ده چې هلته د لمر وړانګې ورتاک نه ونو دی دې اډوکي پوده شوې دي چې موږ ورته اوستیوپوروزس وایو. نو اډوکي پوده شوې دي او په زمن کې د دې دغه مفصلونه چې دي دا تړل شوې دي، لاک جاینټ چې په سبب دې ډېر وخت اوسېدلو چې په مغه یو وضعیت کې ده، دغه ټول عضلات لنډ شوې دي او د مفصلونه یې سره تاو شوې دي او هغه خپل مفصلونه چې هغه نارماله وظیفه ده چې لکه مستقیم 90 درجه خلاص شي، هغه خلاصېدل نشته، اوس تقریبا 90 درجه خلاصېږي ټول مفصلونه.
او تقریبا ډیره کمخونه هم ده شدیده کمخونه هم ده سویت غذی چې هیڅ غذا غ متوازنه غذا د دې لپاره نه ده شوی کمخونه هم ده او پر زمن کې روحی او جسمی دواړه متضرر دي. همچنان در پیوند به این قضیه 4 تن از سوی پلیس بازداشت شده است. این فرد بازداشت شده غلام سخی نام دارد و خود را برادر نیکبخت معرفی می کند و از رویداد قضیه چنین اظهار می دارد. در حدود 25 سال خواهرم دو خانه بندی بود. بعد از او امارات اسلامی آمد کشیدیشه و او را آورد در شفاخانه. در این کار خدا می دانه که پشیمان هستم، بندیش ها می دانه ملامت خدا هم هستم، ملامت بنده هم هستم. چی خورم؟ گفتم بیار بور کنیم. گفتم نکو چه قشر بور کنم، سیگو میشنه مرم موگه که نخوار خور نان داده نمیتنه ارصدایش رو بور میکنه. و امزو کلکی نگ نان میدهده. از پایین از نان میدهده. دیگه زمستان تا بسنه موجه بود؟ زمستان تا استانه چی خواه میکد؟ یه روز دیگه معلوم نمیشد، مور نمیشد، مور میزد، نزدیک نمیشد موره. داخل خوجه کسافت دانیم است نه؟ اون جم کسافت خورم هم جمیکرد. تشناب خودم هم جمیکرد. کلی سر، یه بور نمیشد برو. یک زن که اینجا تقریبا 25 سال با گفته برادرش در خانه زندانی بود و این توسط همسایه هیچ کدامش کدام را کور نداده بودن. بالاخره که پر این روز نماینده کوچه کشفیات کرد و راپور داد که این تو قضیه ما عملا با حوزه ده امنیتی پلیس در تماس شدیم و حوزه ده امنیتی پلیس آمد و نفر زنکه را کشیدن در مابین نویلی و تماما ساحه را عکاسی کردن. در لسم نهی مربوطه ساحه در چارقلا پسیمه که در شیخ علی کوڅه که یو کور در منگ در کشفی ارگانو لخوانه کشف سه چی په هغه که در خپل ورور لاسه 25 کاله خپل خور په بند کې ساتلې و. لله الحمد موږ د مجاهدینو له خوا نه کشف شو چې اجل موږ ته خبر راکړه او موږ اجل اقدام وکړو. د موږ د معلوماتو په اساس باندې چې موږ کوم معلومات وکړل، البته د معلومات موږ له داسې چا نه وکړه چې دغه ښځه چې دا کوم کور ته واده شوې وه د هغه له هغه زاړه مېړه نه چې طلاقه کړې وه دغه نه معلومات وکړل، د هغې له ښځې معلومات وکړه چې د دې صحي وضعیت مخکې څنګه و. البته دا بیخي صحي وضعیت یې رک روغ و جوړ و په نورمال اعصاب وه، خو دا داسې بچی نه پیدا کېد. بیا د دې په هکله موږ نور معلومات هم وکړل چې د دې ښځې خور نه هم موږ معلومات وکړل او د دې ښځې له اوښې نه معلومات وکړل. هغوی هم دغه ویلې چې د دې صحي وضعیت بیخي جوړ و نورمال و. داسې کله طلاقه سوله هغه نه بعد بیا د پلار کره لاړه، بیا موږ معلومات، البته موږ دا معلومات هم تېر وکړل چې تاسو نو په دا 25 کلو کې ولې دولت ته مراجعه نه کوله یا تاسو څنګه نه لیدله. خو بالاخره هغوی له دې نه دغه خبره کوله چې دوی سره موږ کوم رابطه په دغه 25 کلو کې نه درلوده، چون دا سړی ډېر داسې یو سړی و چې په دا خپله کوڅه کې هم دوستانو سره چا روابط چا سره نه درلودل. له بندو روابطو له وجې نه موږ ونه توانېدو چې دا معلومات هم کړی وای چې دا ښځه ژوندۍ ده، مړه ده، چا ته یې ورکړې نه ده ورکړې، نو ځکه دا بندخونه کې ساتل شوې وه. البته دا یو ورور سره له درې وریرونو دا محافظې ته را انتقال کړ تر څو دوی معلومات وکړو. بعد له معلوماتو به دوی خپلې له دوسیې سره خپلې مرجع ته سپارل کېږي تر څو د قانون په رڼا کې د شریعت په رڼا کې دوی ته چې کومه سزا ده هغه به نظام لخوا ورکول کېږي. تشکر و جهان سپاس هموطنان عزیز که تا این دم با ما بودین. شما هم صحبت های این خانم و همچنان برادر از اینها را که حالا پشیمان است دیدیم که برادر از اینها هم پشیمان هستن از این که این خواهر خود 25 سال در یک تحکم نگاه کرده. واقعا ظلم است، جفا هست. ما به یه ایران هستم که چطور مثلا خیش و اقارب قوم های از اینها این قضیه را بررسی نکردن، این قضیه را تعقیب نکردن، نگفتن کمی نیکبخت نام کجا هست، کجا نیست. گرچه عمر روزی دهم شهر کابل از اقارب از این قسمی که پرسان کرده اونا گفته که ما با اینها کدام ارتباطی نداشتیم، اما میشد که پرسان بکنن، تعقیب بکنن که این خانم چه شد، کجا شد، در حالی که تقریبا 25 سال اینا در خانه خود در تحکم نگهداری میکرده. بسیار یک قصه غم انگیز بود که شاید به شما بیننده های عزیز نشر کردیم و تشکری میکنیم از اهالی منطقه، از مسئولین اون منطقه یا وکیل گذر است یا نماینده اون منطقه است که جریان فامیده و همچنان به حوزه مربوطه تماس گرفته تا
این خانم مظلوم و بیچاره را از چنگ ای ظالم نجات بده. امیدوار هستم که انگیزه از این که البته در جریان صحبت ها که ما شنیدیم گفته شده است که موضوعات میراث چیزا بوده که از این خانم کدام چیزی به این برادرش مانده بوده، با مو خاطر ایره خواسته که زندانی بکنه و همچنان شکنجه بکنه تا از تا در اونجا از بین بره و این نتانه حق خود بخواه، که هم یک خبر بسیار بد و ناخوشایند است که یک برادر نمیخواه حق خواهر بوده تا او را زندانی و شکنجه میکنه، که واقعا دردآور بود این خبر که ما شنیدیم. امید بری داریم که ارگانهای عدلی و قضایی برادر از اینها را به مسزای اعمالی که چیزی که قانون و اسلام و شریعت حکم میکنه به مسزای اعمالش برسانه، تا همچون برادرهای ظالم پیدا نشه که بالای خواهر مظلوم و بیچاره خود به این شکل ظلم بکنه. شاید ما داشته باشیم در کشور همچون قضایایی که فعلا در دسترس ما قرار نداره، شاید ظلم ها بیشتر در قرا و قصبات کشور بیشتر باشه، که خصوصا در این زمان که حالا تمام خانم ها و دختر خانم ها در خانه هستند که مکتب هم رفته نمیتونند، پنتون هم رفته نمیتونند، در کار هم. امید بری داریم که بیاین شفقت، مهربانی، دوستی و محبت بین همدیگر مراوج بسازیم، همدیگر خود دوست داشته باشیم، چون دنیا کس جای امتحان است و این عمر در اینجا بسیار کوتاه است و کسایی که در اینجا ظلم میکنند بالای دیگر انسان ها در آخرت حتما جزایش میبینند. بیاییم به همدیگر مهربان باشیم، همدیگر خدا کمک کنیم، بلخصوص در مقابل خانم ها مهربانتر، صمیمیتر در مقابل از اینها باشیم، اینها را اذیت آزار نکنیم، این بینها شفقت و مهربانی کنیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما با خانمهایتان، با مادرها و خواهرایتان مهربانانه برخورد بکنین، چون اینها جنس لطیف هستند و قلب مهربان و پر محبت و پر عاطفه دارند. به می اساس به مردها و برادرها و پدرها لازم است به شوهرها که با خانمهای خود درست رفتار بکنند و با اینها مهربانانه عمل کرد داشته باشند. تشکری از شما بیننده های عزیز نیز داریم که ما را همواره تعقیب و دنبال میکنین تا ما بتوانیم بهترین گزارش ها و همچون خبرهای ناخوشایند خدمت شما تقدیم بکنیم، تا باشد به دیگر هموطنان ما عبرت باشه که اونها هم به همچون اعمال دست نزنند. انشاءالله برادر از اینها با مسزای اعمالش که امارت اسلامی افغانستان خصوصا ارگانهای عدلی و قضایی در نظر گرفته باشد، چیزی که قانون و همچنان شریعت اسلام حکم میکنه بالای از این انشاءالله تطبیق میشه، تا همچون برادرها پیدا نشه که بالای خواهرای خود ظلم بکنند. الله حافظ نگهدار، ما را هم از دعاهای خیر خوبتان فراموش نکنید. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.